بله، به تعلیم عیسی مسیح در زمان آخر خوش آمدید. امروز بریم با هم دیگه ادامه میدیم مبحثی رو که هفته گذشته شروع کردیم. چند جلسه دیگه هم تو که خدمت گفتم خواهیم بود در این مبحث مهم که خیلی خیلی مصادف شده با شرایطی که ما در اون داریم ازش عبور میکنیم. زمان آخر مطلب خیلی مهمیه و نه فقط الان، بعد هر موقع که میتونیم ما به این موضوع فکر کنیم، چون کلام خدا میگه خداوند ما همانا دوز میاد، ناگهان میاد، سرزده میاد و ما نمیخوایم که آماده نباشیم. کلام خدا میگه مثل عروسی که خودشو آماده میکنه ما باید لباس پاک و منزه داشته باشیم، منتظر باشیم، آماده باشیم که بتونیم به استقبال داماد آسمانی بریم. بخش دوم فصل چهار رو ادامه میدیم، در واقع فصل هفتمه ولی باب چهارم کتاب مکاشفه رو میریم جلو با هم دیگه. نگاه کنم، هفته گذشته یک مقدمه خدمتتون دادم که امروز میخوام ادامه بدیم، اما از شما خواسته بودم که مکاشفه باب 4 و 5 رو بخونید و گوش کنید. امیدوارم این کارو کردید، فرصت پیدا کردید کارو انجام بدید، ولی مهمه که ما تسلط داشته باشیم به این دو فصل که اگر راجعش صحبت بکنیم آیات رو خوب بدونیم. من فصل 4 رو دوباره میسرم که هفته گذشته گذاشتم گوش کردیم که خواهرم و غزال خیلی زیبا خواندن و یک ذهنیتی باشه، آماده باشیم که ببینیم چه آیاتی رو میخوایم با هم بررسی کنیم. خوب گوش کنیم که یوحنا چگونه در باب 4 چیزی رو که خداوند بهش مکشوف کرد رو دید رو برای ما تشریح میکنه. ترجمه 1009 هستش. پس از آن نظر کردم و اینک پیش رویم دری گشوده در آسمان بود و همان صدای چون بانگ شیپور که نخست بار با من سخن گفته بود، دیگر بار گفت بالا بیا و من آنچه را بعد از این می باید واقع شود بر تو خواهم نمود. در دم در روح شدم و هان تختی پیش رویم در آسمان قرار داشت و بر آن تخت کسی نشسته بود. آن تخت نشین ظاهری چون سنگ یشم و عقیق داشت و دور تا دور تخت را رنگین کمانی زمردگون فرا گرفته بود. گردا گرد تخت 24 تخت دیگر بود و بر آنها 24 پیر نشسته بودند. آنان جامه سفید بر تن داشتند و تاج طلا بر سر. و از تخت برق آذرخش بر می‌خاست و قریب قرش رعد. پیشاپیش تخت 7 مشعل مشتعل بود. اینها 7 روح خدایند و پیش تخت چیزی بود که به دریایی از شیشه میمانست چون بلور. در آن میان در اطراف تخت 4 موجود زنده بود، پوشیده از چشم، از پیش و از پس. موجود زنده اول به شیر میمانست و موجود زنده دوم به گوساله. سومی صورت انسان داشت و چهارمی چونان عقابی بود در پرواز. آنها هر کدام 6 بال داشتند و دور تا دور حتی زیر بالها پوشیده از چشم بودند و شبان روز بیوقفه می گفتند قدوس، قدوس، قدوس است خداوند خدای قادر مطلق، او که بود و هست و می آید. هر بار که آن موجودهای زنده جلال و عزت و سپاس نثار آن تخت نشین می کنند که جاودان زنده است، آن 24 پیر پیش روی تخت نشین بر خاک می افتند و او را که جاودانه زنده است می پرستند و پیش تخت او تاج از سر فرو می گذارند و می گویند ای خداوند خدای ما، تو سزاوار جلال و عزت و قدرتی، زیرا که آفریدگار همه چیز تویی و همه چیز به خواست تو وجود یافت و به خواست تو آفریده شد. بله، بسیار بسیار فصل باب 4 و 5 فصلی است که ما باید بهش تفکر و تعمق بکنیم و حتی اونو بتونیم به تصویر بکشیم. من البته سعی میکنم امروز چند تا عکس هم به شما نشون بدم، چطور علی یکشو نشون بدم، نقاشی در واقع که در گوگل میتونید پیدا بکنید، امروز در اینترنت همه چی پیدا میشه که در واقع میتونه یک تصویری از باب 4 رو به ما داده باشه. خوب نگاه کنید. خب البته ما دقیقا نمیدونیم این شکلی هست یا نیست، ولی
24 پیر رو اینجا میبینید، 4 موجود زنده رو میبینید و خداوند رو که بر تخت نشسته. رنگین کمانی هستش که دور تصویر خداوند میبینید، سبز روشن است. همین رو من الان براتون توضیح میدم، سعی میکنم که با هم خوب نگاه بکنیم. یه نقاشی دیگه هم هست که بتونیم امروز برسیم نشونش بدیم. بله، بسیار بسیار زیباست. خیلی خوبه ما این تصویر داشته باشیم. داشتم فکر میکردم فیلم مکاشفه رو از اینترنت پیدا کنم براتون، اگرچه انگلیسیه و کیفیتش هم قدیمیه، ولی بذارم در تلگرام که تماشا کنید. به حال فیلم انسانی است که درست کردم، ولی تصویری به ما میده از اون چیزی که در آسمانه. و خیلی خیلی مهمه دقت بکنید، این موضوع الان در آسمان هست، ما نرفتیم آسمان که ببینیم. یوحنا 2000 سال پیش تازه دید اینا، هست در آسمان. خب اگه خوب به این آیات دقت کرده باشید، ببینید که یوحنا از 4 گروه صحبت میکنه. ما همه فصل 4 رو تماشا نمیکنیم، یه درس دیگه هم خواهیم داشت که بتونیم فیض خداوند این فصل رو تمام کنیم، ولی قسمت مهمش رو توجه خواهیم کرد. یوحنا میگوید 4 گروه خاص در این قسمت بهش اشاره میکنه که جمعاً 12 موضوع میشن. 12 موضوع میشن. تختی که یوحنا بهش اشاره میکنه نمادی از قدرت اقتدار خدا در امر حاکمیت و داوری است. من نمیدونم چرا مردم اونطوری که باید، حتی مسیحی ها، یعنی من، یعنی شما، اونطوری که باید اقتدار خدا رو نشناختیم، حاکمیت خدا رو درک نکردیم. از کجا میفهمیم برادرانتان؟ از نوع برخورد ما، از نوع سخنانی که از دهان ما خارج میشه، از ترسایی که در ما هست، از نگرانیایی که در ما هستش، از جوک ها و شوخی ها و مطالبی که مردم راجع به خدای باری تعالی میکنن و میگن. ولی یوحنا چنان تصویر پرجلالی از خداوند برای ما اینجا به ترسیم میکشه و میگه که به ما نشون میده حاکمیت خدا چگونه است. و برعکس، دشمن و شیطان تلاش کرده در طی این قرون گذشته سالها که انسان رو از این مطلب مهم ازش فاصله بگیره و حتی سراغ بت‌ها و خدایان دروغین بره، ولی اقتدار خدا است. حالا عرض کردم که مطالب مختلفی رو نگاه میکنم. 4 تا زیبایی رو اینجا بهش اشاره میکنه یوحنا که در این 4 تا موضوع، 4 گروه، ما 12 مطلب مهم رو میبینیم. اول، زیبایی ذات خدا هستش. زیبایی ذات خدا یعنی این که چگونه خدا نگاه میکنه، چه احساسی داره، چگونه نگاه میکنه، چه احساسی داره و چگونه عمل میکنه، چگونه عمل میکنه، که خیلی برای ما مهم است. در این آیات یوحنا برای ما توضیح داد که در واقع احساس خدا رو نشون میده و از رنگایی که توضیح میده، از نگاه خدا به ما تشریح میکنه، که 66 کتاب کتاب مقدس بخونید متوجه میشید تمام این سه مطلبی که یوحنا براش توضیح میده. و خیلی وسیع‌تر، نخست آن کسی رو که یوحنا میبینه بر تخت نشسته، در این عکس هم نقاشی هم میبینیم، بر تخت نشسته، ظاهری چون سنگ یشب داره، سنگ یشب داره، چیزی که در واقع یوحنا میبینه براش باز میشه. یشم زمان قدیم در دوران باستان با یشم امروزی تفاوت داشته به نظر میرسه، من که زیاد وارد نیستم، اما سنگ گرانبهایی بوده و به عبارتی ظاهری مانند جواهر الماس داره. کسی که اهل الماس و جواهرات هستید احتمالا این موضوع رو بهتر میتونید تشریح کنید. و یوحنا وقتی نور درخشنده این سنگ پرجلال رو مشاهده میکنه، جلال پدر آسمانی رو اینگونه برای ما توضیح میکنه. در این نقاشی هم میبینیم که جلال پدر رو نشون میده، یا یه نقاشی دیگه هم من پیدا کردم، یه مقدار باید توجه کنید میبینید که نور عظیمی هست، چون خدا رو کسی نمیتونه ببینه و یوحنا هم فقط جلال خدا رو ببینه. به عبارتی که بر تخت نشسته، دور تا دور خداوند در واقع نوار سبز هست که توضیح میدیم، و 24 پیری که دارن قدوس قدوس میگن.
این موضوع مهمی است که الان در آسمان داره رخ میده، هست، وجود داره و ما باید باش ارتباط برقرار کنیم. وقتی این قسمت رو میخوندم فکر کردم که موقعی که ما دعا میکنیم انسان میگه صد جا فکر ما میره، حواسمون پرت میشه. گاهی وقتا بعضیا دیدم اینجوری میگن خداوند، اصلا ما پروتستانا یادار باید جلال خدا رو خیلی جدیتر بگیریم، ولی خدا در عظمت خیلی خوب میشه وقتی دعا میکنید خدا رو در چنین جلالی ببینید، ترسیم کنید برای خودتون که حالا ما توضیح میدیم که همینا چه قشنگه. همچنین ظاهر تخت‌نشین اینجا همچون عقیق هستش، عقیق هستش، این عقیق جواهر قرمزی پررنگ بود و این درخشندگی الماس مانند و الماس مانند و تابناک از وجود خدا رو برای ما جاری میکنه اینجا. پس مثل سنگیش بود و عقیق بودش که جلال خدا رو نشون میده. و بعد میگه اطراف تخت پدر آسمان، تخت پدر آسمانی یک رنگ کمانی وجود داشت. وقتی این رنگا رو میخوندم در کتاب مکاشفه و توجه میکردم، گاهی وقتا بعضی تصاویر رو من دوست دارم ببینم، کشورهای مختلف و طبیعت و اینها رو تماشا میکنم، بعضی تو این کارا خیلی چیزم با احساس تر از بنده هستن، دیدم چه خدای ما هنرمنده. تا حالا فکر کردید شما هیچ انسان رو پیدا نمیکنید که شبیه انسان دیگه باشه، حتی اگه دو قلو باشن بازم یه فرق با هم دارن. یک هنرمند خداوند، یک آرتیست، کسی که در واقع حالا اینو به انسان ها میده که خیلی از وقتا تو این قسمت ها حرفه‌ای هستن و هنرمند هستن، ولی صحبت از جلال خدا میکنه، خدایی که احساس داره، خدای خشکی نیست، خدای تاریکی ها نیست، گرچه رنگ سیاه هم به نوع خودش قشنگ هستش، ولی من دقت میکنم که چطور مذاهب دروغین مردم رو مجبور میکنن که حتی صورتشون رو پوشونن، حالا افراد و تفرید همه جا هست، ولی یا جلال خدا رو پنهان بکنن. ولی طبیعت، بازم میگم این نقاشی که جلو من داره میره از طبیعت صحبت میکنه، سودی هم داریم، چه پرجلال و زیباست این طبیعت، زبان قادر به وصف آن نباشد. و اینجا هم همینو میگه که در واقع این رنگین کمانی که خداوند صحبت میکنه بعدا هم میبینیم وقتی طوفان نو تموم میشه خداوند رنگین کمان رو میفرسته. من بارها دیدم در طی زندگی زمینیم رنگین کمان رو داره، رنگای گوناگون هستش، رنگی که غالب‌تر از رنگ‌های دیگه در این تصویر یوحنا می‌بینه سبز کمرنگ و سبز روشن هستش، در واقع سبزی که خودشو می‌کشه بیرون نشون میده و که می‌بینه میگه تاقی بر بالای تخت وجود داشت که در این نقاشی دیدیم گرداگرد تخت هستش کشیده نقاش، که یقیناً هرچ که هست، هر شکلی که حالا ترسیم میشه برای مردم از این نبوت یوحنا این نقاشی رو توضیح کردن، تشریح کردن، حکایت از فیض خدا میکنه. نمیدونم شاید مشاهده کردید در کلام خدا رنگای مختلف و همه رنگا معانی مختلفی دارن که هست، مثلا طلایی صحبت از جلال خدا میکنه، اقتدار خدا میکنه، سفیدی یعنی قدوسیت، پاکی، طهارت، قرمز یعنی خون، و سبز هم اینجا سبز مثلا که یوحنا راجبش صحبت میکنه، راجب فیض خدا صحبت میکنه، که ما میدونیم که فیض رو خداوند در عهد جدید بیشتر برای ما ترسیم میکنه که در مسیح آشکار میشه فیض خدا. تو عهد عتیق هم میبینیم که خداوند فیض داره به قوم خودش و اینها، ولی شریعت غالبتره، پیروزتره، حاکمتره، ولی در عهد جدید فیض خدا رو میتونیم خیلی خیلی خوب ببینیم. پس بله، راجع به فیض خدا صحبت میکنه که یقیناً این باعث میشه که ما بتونیم به حضور خدا بریم. به عبارتی ترسیمی که یوحنا داره میبینه، اون تصویری که داره میبینه، میخواد به یوحنا و ما اینو بگه اگه ما به حضور خدا میریم فقط به خاطر فیض اوست، به خاطر کار بلاعوض اوست، بخشش بلاعوضی که توسط پسر یگانه‌اش عیسی مسیح برای ما انجام داد. پس اولین چیزی که اینجا یوحنا در این آیات برای ما داره توضیح میده ذات زیبای خدا هستش. دوم، زیبایی یاران خداوند ما عیسی است، یا به قوم خدا میگه من مؤمنین ملبس با ردا و ردای سفید. دوباره نقاشی رو ببینید برای عزیزانی که شاید تازه اومدن، میبینید که نقاش هم اینجا کشیده با ردای سفید رو دیدم که تاجی بر سر داشتن. اینجا تاج ندارن ها،
شاید توی نقاشی تاج داشته باشن. تاجی داشتن؟ بله. تاجی بر سر داشتن و بعد که بر روی تخت نشسته بودن. وقتی من به این آیات نگاه میکنم، نقطه اول برام اینه که جالبه که انسان میتونه به حضور خدا بره، گرداگرد خدا نشستن و با لباسی که یکی از کاری که خدا کرده داره صحبت میکنه آراسته شدن و تاج که خدا بر سرشون گذاشته بتونن به حضور خدا برن. خیلی جالبه. خدا ما رو شبیه خودش آفریده و میخواسته که از همون ابتدا با ما مشارکت داشته باشه و کلام خدا میگه خدا با کدوم از موجودات این کار کرد جز انسان ها، جز من و شما. امیدوارم که این درس این معانی رو برای ما بیشتر باز بکنه که ما میتونیم به حضور خدا بریم. آرزو اینه که بریم با یه فوتبالیست و با یه ورزشکار و با یه هنرمند عکس بگیریم و رو ببینیم. مردم ذوق میکنن، فرنی دیدم، منم بعضی از افراد رو نزدیک دیدم با هم عکس گرفتیم. اینا چقدر زیبا و پرجلاله که من گناهکار میتونم از گناهانم آزاد بشم، طاهر بشم و به حضور خدا برم. میگه گرداگرد خدا نشسته بودن با تاج که بر سرشون بودش، بر تخت خدا نشسته بودن، که اینو در کتاب افسوسیان هم پولس توضیح میده. اکثر مفسرین معتقدن که این 24 پیر نشانه 12 سبت اسرائیل هستش و 12 رسول عیسی مسیح که صبر از عهد جدید و عهد عتیق داره میکنه که به حضور خدا راه یافتن، که اینا به عبارت اشاره بکنه به ما، حتی نه فقط به اون 24 پیر اشاره میکنه، بلکه به ما داره انگشت اشاره میبره جلو که ما بتونیم به حضور خدا بریم. مثلا از عهد عتیق اونجا خواهم بود در آسمان و از عهد جدید، حالا در عهد عتیق ببینیم که کسانی به وسیله انجام کارهایی که انجام دادن میتونن به حضور خدا برن، فیض خدا نصیبشون شد. در عهد جدید ما میبینیم به وسیله خون مسیح ما میتونیم به حضور خدا بریم. تئوری بعدی که افرادی که پیروش هستن معتقدن که این 24 پیر اشاره به فرشتگانی داره. من به اون اولی بیشتر راغب هستم. به فرشتگان اشاره داره که چه جلالی رو یافتن در حضور خدا. در حال این 24 پیر رو که راجبش خدا من صحبت میکنه کلام، لباس سفید برتن داشتن و هر کدام تاجی طلا دارن. لباس سفید اشاره بر پاکی و تقدسی میکنه که به اونها داده شده و تاج جلال. اگر طرفدار تئوری اول باشیم این نتیجه میرسیم که ارتباط خدا با نجات یافتگان چگونه است و این نجات یافتگان در نقش خدا برای او عزیز هستند. من بارها در تعالیمم گفتم، در جلسات که خدمت کردم اینو گفتم و برسته کلام خدا میگم، اگر خدا من پسر خودشو داده که برای گناهان ما ببیره و ما نجات پیدا بکنیم و این موضوع برای خدا خیلی مهم بوده که ما نجات پیدا کردیم، چقدر زندگی ما برای خدا مهمه. ما نجات پیدا کردیم، رستگار شده، میگیم آمین، من فرزند خدا هستم، من سفیر مسیح هستم. ولی چرا باید نگران باشیم؟ روز چهارشنبه من به موضوع اشاره کردم، نگران باشیم وقتی میدونیم فرزند کی هستم. سودیش هم داریم، به فارسی هم هستش، ایزان خواندن خیلی زیبا. من فرزند خدا هستم، به حضور خدا. در اینجا تصویری که یوحنا داره میده، نمایندگان نجات یافتگانی هستن که به نیابت از همه ما داره اینجا میبینه که در حضور خدا دارن 24 ساعته او رو میپرستن. یاران مسیح، مقدسین، من و شما قرار در آسمان در تخت خدا بشینیم. یک تصویره، یک رویاست یوحنا دیده، خدا مکاشفهش داده و من و شما اونجا خواهیم بود. سوم، زیبایی قدرت خدا هستش. نه فقط ما راجع به زیبایی در واقع احساسات و عمل و نگاه خدا رو می‌بینیم، ذات خدا می‌بینیم، نه فقط راجع به زیبایی یاران خدا می‌بینیم، بلکه زیبایی قدرت خدا رو ما اینجا می‌بینیم، اقتدار خدا رو. بازم زبان قاصره، یعنی یوحنا 2000 سال پیش مسلماً چیزی بیشتری داره به ما بگه، ولی آنچه که نشون میده فقط یک مکاشفه است که او دریافت کرده. زیبایی قدرت خدا
یوحنا دید که از آن تخت قدرت در مثل برق ساطع شده، ساطع میشه، قرش و رعد شنیده میشه. نه فقط اقتدار خدا هست، بلکه اون قدرت و عظمته. من نمیدونم بزرگترین بلندگوی جهان هم داشته باشید، با عظمت هم بخواد صدا رو بیان بکنه، چقدر میتونه بیانگر اون چیزی باشه که یوحنایی داشت، چقدر میتونه اون زیبایی رو برای ما منعکس بکنه. ولی یوحنا در قسمت اول آیه 5 میبینیم که راجع به موضوع صحبت میکنه، سه واقعیت کاملا متمایز تجلی عظیم خدا رو داره به ما نشون میده که خدای ما چقدر عظیمه. نه فقط زیبایی خدا در آنچه که اون میبینه هست، بلکه در اون چیزی که میشنوه هستش، عظمت خدا. من چند لحظه این عکس رو دوباره نشون میدم، تصویر نقاشی رو که ببینیم. بازم یه نقاشیه دیگه، اگه بخواد کامل نشون بده خیلی عظیمتر از این حرف هست. در هر صورت، پس زیبایی قدرت خدا. و چهارمین زیبایی که ما اینجا میبینیم، زیبایی حضور خدا است، یا آتشی که اونجا میبینه یوحنا. این زیبایی بر چراغ‌ها، صرافین و دریا دیده میشه، دریای بلوری که اونجا میبینه یوحنا. در باب 4 آیه 5 ما اینو قسمت ب، و بعد در باب 15 اینو من خواهم از خود کلام بخونم، باب 15 مکاشفه رو باز کنه، آیه 2 یوحنا توضیح میده. پس میگه و چیزی دیدم که بر دریای از شیشه میمانست که با آتش در آمیخته شده بود. دریای بلورین یا شیشه‌ای که آمیخته شده با آتش هستش. و در کنار دریا کسانی را ایستادیدم، اینجا میبینه در باب 4، اینجا هم در باب 15 دوباره توضیح میده، که بر آن وحش و بر تمثال او و بر عدد نام او پیروز شدند. اینا پیروزمندان هستند. تصویری که کلیسا باید بدونه از کلیسا، از خودش، عبارت پیروزی است. ما کتاب زندگی پیروزمند هم هفته یه بار داریم صوتی براتون میذاریم، از آقای سمیت پیت، خواهرمون زیبا، دارن میخوانن که حکایت از پیروزمندی ما میکنه. ما پیروز هستیم، ما ورشکسته و درمان رو بیچاره نیستیم. اینجا یوحنا میبینه و داره به کلیسا جفای دی زمان خودش رو به ما امروز میگه. اینان چنگ هایی به دست داشتن که خدا به آنان داده بود. بعد توضیح میده، حالا میرسیم با 15 اگه تا موقع زنده باشیم، خدا من نیامده باشه. ولی صحبت از زیبایی حضور خدا میکنه. زیبایی، من میخوام اینو بگم دوباره، ما این چهار مطلب رو باید در حین دعا برای خودمون ترسیم کنیم. خب منم باید این کارو بکنم. یعنی ذات خدا، زیبایی ذات خدا، شیطان سعی کرده زیبایی خدا رو به هم بریزه، خراب کنه توسط افسانه ها و دروغ ها و اینها، که قرار برنامه دوشنبه راجع به این صحبت بکنم بیشتر. و مذاهب دروغین این کار رو کردن که خدا رو بد جلوه بدن، نشون بدن خدایی که عبوس ساکت، مثل مجسمه است، تصویر نداره، حرف نمیزنه، کار نمیکنه. ولی خدای کتاب هست، خدای زیبایی است، خدایی است که زیبا حرف میزنه، زیبا عمل میکنه. ای خدا بر ما مکشوف بکن، بذار ما اینو لمس کنیم. همه ما زیبایی یاران خدا رو باید ببینیم، یعنی خدا اونو ببینیم که در آسمان کنار اون نشستیم، زیبایی اقتدار و قدرت خدا رو ببینیم، و زیبایی حضور خدا رو ببینیم. چهار موضوع مختلفی که اینجا یوحنا در باب 4 راجبش صحبت میکنه. بعد میگه چیزی دیدم که دریای از شیشه مانست که با آتش در آمیخته بود. خوندم براتون. پس گروه بعدی که اینجا یوحنا برای ما توضیح میده در باب 4 راجب آتش هستش. هفت چراغ آتشین یا مشتعل، ترجمه دیگه میگه افروخته شده، مشعل مشتعل، هفت مشعلی که در واقع مشتعل هستش، آتشش خاموش نمیشه. پیشاپیش تخته که نماینگر چی هستش. من دوباره این تصویر رو میذارم که شما توجهتون بره به آنچه که یوحنا میگه نبنده. پس هفت چراغ مشتعل، هفت مشعل مشتعل که نماینگر هفت بُعد روح القدس هستش. هفت بُعد روح القدس. هفت بُعد روح القدس چیه؟ هفت بُعد روح القدس اشاره به قدرت روح القدس میکنه، به حکمت روح القدس میکنه، دولت روح القدس میکنه، عظمت، اقتدار، برتری و قدوسیت.
دوباره میگم، نگه تون گفتی راجب قدرت روح قدس صحبت میکنه، حکمت روح قدس صحبت میکنه، دولت روح قدس یا ثروت روح قدس صحبت میکنه. خدای ما خدایی است که تمامی آسمان و زمین ها در دست اوست، مال اوست، عظمت او صحبت میکنه، اقتدار و برتری و قدوسیت. مهم نیست هر کی تو دنیا خواسته خودشو برتر نشون بده، حالا دیکتاتورها یا مذاهب دروغین، فرشتگان دروغین، خدای ما برتره. تجلی کامل جلال و عظمت خدا از طریق روح قدوس خودش اینجا دیده میشه. پس یوحنا راجب مبحث آتش که صحبت بکنه اشاره به این موضوع میکنه و بعد بگه دریای از شیشه مانند بلوری نیز وجود داشتش. دیدم، برای من جالبه هم دیدن هم چیزی. حالا امروز مردم با کامپیوتر و دیجیتال خیلی کارا رو میکنن، ولی اون موقع یوحنا اینو میبینه. همه جلال رنگین کمان و رنگ ها در این دریای بلوری منعکس بود، وقتی از بالا میبینه منعکس شد در این دریا که میتواند اشاره به میلیون ها میلیون کرورها میگن معمولا میلیون ها میلیون مقدسین و فرشتگان داشته باشه. این دریای بلورین اشاره به مقدسین میکنه، از هر رنگ و پوست و نژادی، از هر قبیله و نسلی و فرشتگان که در این مکان خواهند بود. یوحنا اونا رو میبینه. یک دریچه طبیعی نیستش که ما اون رو میشناسیم. بزرگترین و زیباترین دریچه دنیا هم که دیده باشید، یک دریچه الهی، دریای پهناور که همگی در پیشگاه تخت خدا گرد آمدن. ما با مقدسین، ما با فرشتگان در حضور خدا گرد آمدیم. چیکار داریم میکنیم؟ اینجا میگه همچنین چهار موجود زنده هستن. دوباره این نقاشی رو بتونشون میدم. چهار موجود، میبینید چهار تا بال دارن، هشت تا بال میشه دیگه در واقع، نه 16 تا میشه، 16 تا. چهار موجود زنده وجود دارد که احتمالاً به صرافین اشاره میکنه. اون هم از نوع سوزانش، از نوع سوزانش. از صرافین تنها در عهد عتیق یا در کتاب اشعیا نام برده شده. صرافین در بالای تخت خداوند ایستاده و آماده خدمت به او هستند. صرافین به شکل انسان و با شش بال، اینجا چهار بال بود هر کدومشون، شش بال ظاهر میشن. صرافین از سرنگان قدوسیت و جلال خداوند هستند. چه دستگور کره آسمانی، چه پرجلال، چه سرنگان عظیمی در حضور خدا هستند. این فرشتگان موجوداتی هستند که آتش هفت چراغ را بر آنها قرار دادن، بر آنها قرار داره، بر خود این صرافین، این موجودات. آنها گرداگرد تخت هستند و از آن محافظت میکنن در حضور خدا. نتیجه من دوباره بخوام تکرار بکنم که حضور ذهن داشته باشیم، که با هم دیگه وقتی به حضور خدا میریم بتونیم اینو تصویر، در تصویر خودمون، در ذهن خودمون داشته باشیم. پس زیبایی ذات خدا هست وقتی به حضور خدا میریم. من دیدم بعضی از شما عادت دارید دعا میکنید، میگه پدر ما که در آسمان نامت مقدس باد. خب ما نمیخوایم ورد باشه، نمیخوام یک تکرار باشه از اونجوری که خداوند در متی باب 6 گفته. در بعضی کلیساها این دعا به صورت نوشته خوانده میشه. حالا راجبون صحبتی ندارم. ولی میخوام بدونیم که وقتی به حضور خدا میریم زیبایی خدا را ببینیم. زیبایی خدا تو ذهن ما باشه. این زیبایی داره آنچه که او انجام میده هستش، نگاه او هستش، احساس او و آنچه که انجام میده. دقت داشته باشید. سه شخصیت، سه جنبه خدای باری تعالی. دوم زیبایی مقدسی قوم خدا، یاران خدا من هستش، که توضیح دادیم که نه کسان که به خون مسیح پاک شدن، طاهر شدن. زیبایی قدرت خدا و عظمت خدا. عزیزان خداوند دست کم نگیریم، اگه گرفتیم توبه کنیم، توبه کنیم، خدا رو عظیم ببینیم. چه عظیم است نام تو عیسی، سوده زیبایی داریم به فارسی، و که عظمت خدا و تجلی خدا رو در این باب 4 ببینیم. و چهارم زیبایی حضور خدا، آتش حضور خدا. خداوند ما خداییست آتش فروبرنده، خداوند عظیم است. حضور خدا وقتی دعا میکنیم میگه خداوند آتش تو بیاد منو بسوزونه،
بدونید که منظورم اینه که حضور خدا منو در بر بگیره. من میخوام حضور خدا بر من قرار داشته باشه، دقت داشته باشه. خدای ما مردم آزار نیست، خدای ما خدای عظیمی هستش. موقعی که در حضور خدا دعا میکنه چه این تصویر رو در ذهن داشته باشیم. چند بار گفتم در حضور پدر آسمانی پرجلال، پدر ما که در آسمانه در میان دریای بلورین یعنی مقدسین و فرشتگان ایستاده. من راجع به ایستادگی خداوند همیشه فکر کردم، استیفان هم میبینه اینها. نه فقط موضوع احترام هستش، وقتی حالا قرن 21 مردم لم میدن آجش رو تکون نمیخوره، وقتی بزرگتر میاد ما خود قدیمی ترا یاد گرفتیم که وقتی بزرگتر میاد پاشیم احترام بذاریم. نه فقط به معنی احترام هستش، بلکه به نشانه اقتدار هست. خدا ایستاده است. هیچ جا در کلام خدا نمیبینیم که خدای ما شکست خورده باشه. خدای ما پیروزمنده. حتی موقعی که سکوت میکنه میبیند که خدا ایستاده، در حضور خدا ایستاده، با پدر در رنگین کمانی، با پدری که در رنگین کمانی با فیض در واقع در بر گرفته شده به حضور چنین پدری میریم. او پدره، بله، احترام میزنه پدر ما رو. خدا و پدر ما گاهی وقت خیلی خودمونه میشیم، در متی به 7 هم خوندیم راحتیم، پدری نیستش که از ما فاصله داشته باشه، ولی از طرف دیگه پدر مقدسه، پدر باری تعالی، خدای باری تعالی هستش، در رنگ کمان با فیض هست، اما ایستاده و مقتدر است. و من دیروز دعا میکردم بودم خودم ببخشید خود خودمونی دارم با صحبت میکنم، بیدم تو عظیمی، کلامتو راجب عظمت تو صحبت میکنم، من فرزند تو هستم، به حضور تو آمدم. پس باب 4 خیلی قشنگه، حتما دوباره گوش کنید. اگه فکر میکنید که لازمه این درس رو دوباره گوش بکنید، در واقع که قشنگ برای ما ملکی ذهنمون بشه، حضور ذهن داشته باشیم نسبت به آنچه که کلام خود توضیح میده، من دعا میکنم که واقعا ما بتونیم با باب 4 که هفته بعد ادامه میدیم، قسمت 3 با 5 که یوحنا در کتاب مکاشفه صحبت کرده، نه فقط تشویق بشیم، که من سعی کردم در پیام هم همه تشویق آمیز باشه، بلکه به خاطر عظمت خدا، به خاطر قدوسیت خدا، با احترام بیشتری به حضور بیایم. آمین، هللویا. من میخوام یه بار دیگه این سوده قشنگ قدوس قدوس رو گوش کنیم. سوده قشنگه، ما باید تو آسمان این سوده بخونیم. شاید هم با لهجه افغان باید بخونیم، دری باید بخونیم، شاید هم انگلیسی، نمیدونم، ابری، مهم نیست. مهم اینه که ما اینو در آسمان خواهیم خوان که تو قدوسی. امروز رو زمین رو تکرار کنیم، تمرین کنیم، بنویسیم، سرودهای درباره قدوسیت خدا بسرایم. ها، بسرایم. اگه خودتون خواننده نیستید بنویسید، بدید عزیزانی که صداشون خوبه و تو این کار تمام وقت هستن بخونن. راجع به قدوسیت خدا بنویسیم، بیان کنیم، در دعاهامون اعلام کنیم. خدای قدوس، این سود زیبا را گوش بکنیم. این سود برای من قشنگه، برای که همونطور که دعا کردم در بخش اول جلسه، ما برای افغانستان دعا میکنیم، برای ایران دعا میکنیم، برای همه کشورها باید دعا کرد، برای همه مردم. اگه همه از همه قبایل در حضور خدا جمع میشن و قدوس قدوس میگن، ما خودخواهیم فقط برای ایرانی ها دعا بکنیم، ولی چون ایرانی هستیم اول برای قوم خودمون دعا میکنیم. حالا اگر